سلام وقت بخیر بینندگان تلویزیون بامیان ایدی از ما را برای همه شما مبارک میگویم و امروز با برنامه ویژه ایدی با من قربان علی نوید از تلویزیون بامیان خوش آمدید امروز ما در شهر قرار داریم اینجا نه تنها شهروندان این شهر برای جشن ایدیشان اینجا می آیند بلکه از سراسر افغانستان و همچنین توریست های ملی و بین المللی را ما در این شهر داریم که برای خوشگذراندن و خوشگذشتن روزهای ایدی است در اینجا تشریف می آورند و در اینجا ایدهایشان را جشن می گیرند دو چشمم خیرم آن در روی تاق کرد تو گویی خوابم شبزار مارد تو گویی خوابم شبزار مارد بسم الله الرحمن الرحیم در قدم نخست ایده برای تمام هموطنان عزیز تبریک و تهنیت عرض میکنم امیدوارم که ایده خوب و خوشی را سپری کرده باشم شما گفتین که ایده چطور سپری کردیم ما دیگه ایده در بامیان خیلی خوب سپری کردیم واقعا بامیان فضای امن است که خیلی از جاهای دور مثلا از کابل، از مزار، از هرات بازدیدکنندگان بسیار زیادی برای در بامیان به خاطر که امن بودن آمدن خیلی ایدی خوب و خوش سپری شدن خیال یارکم در سر هنوز بگو با یارکم جنگی چه راستی بگو با یارکم جنگی چه راستی بیاش میکنیم دنیا تو روزه بیاش میکنیم دنیا تو روزه دیگه خب دیگه مردم اقتصادی خوب نداره یک ذره اقتصادی خوب نیست مردم یک خریداری مثلا متوسط میکنه نه بالا نه پایین اول عید قربان برای تمامی ملت افغانستان و خصوصا ولایت بامیان و تبریک میگم و دوم اسم بنده سید سرور از ولایت کابل آمده والا بسیار خوش گذشت و مردمش خوب است امنیت است سختی باشد همین سه روز میمون و خوشی برایت سه در خوشبختی باشد برایت سه در خوشبختی بامیان یکی از مکانهای زیبای تاریخی و طبیعی افغانستان است که روزانه هزاران گردشگری ملی و بین المللی را به خود جلب می کند. حالا در روز عید هزاران توریست را می بینیم که برای خوشگذراندن روزهای عیدش در اینجا می آید. بامیان یک ولایتی هست که ولایت بسیار سرد در قدم اول سردی بامیان باعث از این شد که ما آمدیم و یک هوای بسیار خوبی داره از هر لحاظ دیگه یک نقطه اساسی در است که امنیت خوب داره به خاطر ما در اینجا آمدیم در بامیان و زیادی ولایت های دیگر افغانستان هم هست جاهای بسیار خوبی داره اما متاسفانه امنیت خوبی ندارن اونجا آدم نمیتونه که بره اما بامیان بهترین هوا را داره بهترین جای است برای تفریح مردم و خواستم در امی رخصتی از طرف امو دفتری کار میکدم مرا اجازه داد آمدم بامیان و بامیان هم واقعا خیلی جاهای عالی دارم جاهای تفریحی دارم جاهای مثلا از من خواستم که خواست به خاطر صادقانه آمدم به خاطر زیارت هم زیارت میراشیم مرسای دیلی آقا بندمیر رفتیم اینجا خیلی خیلی
که دیدم مردمی که در بند امیر اونجا آمده واقعا خیلی بسیار با جمع و جوش و نفوس اینا. عید بامیان امسال خیلی متفاوت بود چون ما میزبان مهمانای خارج از ولایت خود بودیم که آمده بودن برای سیاحت و با دیدن اونا ما واقعا خیلی خوش شدیم و بعضی هایشان که مهمان خود ما بود شیشتم صحبت کردیم، اونا بامیان را خیلی تعریف کرد و گفت ما دیگران هم تشویق می‌کنیم تا بامیان بیاید و از این فضای سلامیز بامیان و از این آب و هوای پاک یه طبیعت دلنشین استفاده کنه بر رخصت های خود. بینندگان عزیز، این بود برنامه ویژه ایدی که تقدیم شما کردید. امیدواریم در هر جایی که باشید از ایدش خود لذت برده و یک روز ایدی پر از میمنت و شادی داشته باشید. تا برنامه دیگر، خدایار و نگهدار شما.